بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همچنان با بحث اتباع و پیروی، سلسله مباحث پیرامون اتباع و پیروی در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. خلاصه و چکیده مباحث جلسات گذشته این بود که از خدا و پیغمبر و مؤمنان و سلف صالح این امت و خلفای راشدین و صحابه اتباع و پیروی بکنیم و از هوای نفس، خواهشات نفسانی، شیطان، کفار، مشرکین اطاعت و پیروی نکنیم. رمز موفقیت و راز سعادت انسان در پیروی از قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اون هم مو به مو هست که صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این گونه بودند. من حدیثی رو و روایتی رو از علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه نقل میکنم که چگونه این صحابه بزرگوار مو به مو از سخنان و رفتار و کردار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اطاعت و پیروی میکردند. یک حیوانی خدمت علی ابن ابی طالب آوردند، حالا یا اسب بود یا شتر بود یا قاطر بود. هنگامی که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه پایش رو در رکاب این حیوان گذاشت، فرمود بسم الله، و وقتی که بر پشت حیوان سوار شد فرمود الحمدلله. بعد از این که گفت الحمدلله، گفت سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. دعایی که انسان هنگام سوار شدن بر سواری میخواند، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. این علی ابن ابی طالب وقتی که بر پشت حیوان سوار شد این دعا رو خوند، یعنی پاک از اون پروردگاری که این حیوان رو برای ما مسخر ساخته و ما اگر خدا مسخر نمی کرد این در اختیار ما نبود و ما به سوی پروردگار ما بر می گردیم. بعد از این علی ابن ابی طالب سه بار فرمودن الله اکبر، ببخشید سه بار فرمودن بله الله اکبر، بعدش فرمودن سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا يغفر الذنوب الا انت. این دعا رو خوندن، ببینید به ترتیب. بعدش علی ابن ابی طالب لبخند زدند، صحابه تعجب کردند، گفتند که خب اینی که شما به هر حال وقتی که پایتون رو در رکاب گذاشتید بسم الله گفتید، وقتی که بر پشت سواری قرار گرفتید الحمدلله گفتید و دعای سواری رو خوندید، سبحان الذی سخر لنا هذا تا آخرش رو خوندید، اینها خوبه، ولی چرا خندیدید؟ خندیدن شما برای چه بود؟ علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه گفتند من دیدم که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که بالای سواری سوار شد، بر مرکبش سوار شد، همین دعاها رو خوند و بعدش خندیدند، لبخند زدند. من از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدم که ای رسول الله چرا شما میخندید؟ فرمودند که الله متعال دچار شگفتی و عجب میشود از بنده اش که میگوید بار الها گناهان مرا ببخش و میداند که غیر از من کسی گناهان رو نمیبخشد. من از این خنده ام گرفت که خداوند دچار عجب و تعجب و شگفتی می شود از بنده که این گونه فکر می کند. این حدیث می خوام اینه بگم که صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا این اندازه با عرض معذرت صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا این اندازه از پیامبر پیروی می کردند، لحظه به لحظه مترصد بودند ببینند پیامبر چیکار میکنه تا بهش عمل بکنند. و میدونید که آدم یک چیزی رو که بهش عمل بکنه دیگه فراموش نمیکنه. یکی از دلایلی که صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم احادیث و سنت ها رو شسته و رفته بدون کم و کاست برای ما نقل کردن
این هست که هر آیه‌ای رو که میشنیدن و هر حدیثی از احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم رو که میشنیدن بهش عمل میکردن. خب پس دیگه نقل میشد، دیگه گفته میشد. نه تنها اینکه حدیث رو نقل میکردن، بلکه اگر پیامبر در اونجا لبخند زده بود، حرکت خاصی رو انجام داده بود، اون حرکت و اون لبخند رو هم برای ما نقل کردند. و این کمال اتباع صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو میرسونه که چگونه صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از پیامبر اطاعت و پیروی میکردند. ما هم اگر میخواهیم علم و دانش ما محکم و استوار بشه، باید بهش عمل بکنیم. ببینید، در دنیا هم، در امور دنیوی، در فنون دنیوی، در مهارت‌های دنیوی هم میگن اگر یک فن و مهارت رو نمیخواهید فراموش بکنید، مرتب انجامش بدید، فراموش نمیکنید، بلکه روز به روز در اون فن و مهارت کارکشته‌تر و پیشرفته‌تر میشید. ما هم اگر میخواهیم علم از جلوی ما فرار نباشد، بهش عمل بکنیم. وقتی عمل بکنیم دیگه جلو ما فرار نمیکنه و در حفظمون میماند. حدیث دیگری است از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما که ایشون میفرماید که من شنیدم که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که لا تمنعوا نسائكم المساجد اذا استأذنوكم اليها، همسرانتون رو از و زنانتون رو از رفتن به مسجد منع نکنید اگر خواستند که به مسجد برند، اجازه خواستند که به مسجد برند، حالا برای خوندن نماز، برای شنیدن وعظ و ارشاد، وقتی شرایط در مسجد فراهم هست و زنان اجازه خواستند که اونجا برند، پیامبر فرمودند که منعشون نکنید. بلال رضی الله تعالی عنه گفتند سوگند به خدا که ما اونها رو منع میکنیم. یعنی گویا احساس بلال، اجتهاد بلال این بود که همکنون فتنه هست، فساد هست، مشکل وجود داره و ما نمیگذاریم که اونها به مسجد بروند. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه خشمگین شد و به شدت بلال رضی الله تعالی عنه رو توپ و تشر کرد و گفت که من به شما میگم که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته اونها رو اجازه بدید و صحبت حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو برای شما دارم نقل میکنم و شما میگید ما ممنوعشون میکنیم. این هست که در برابر سنت ها نباید ایستاد، در برابر احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نباید مقاومت کرد. امروز ما میگیم چه بسا حدیثی رو میخونیم، میگه مذهب من این هست، فقه من اینه میگه. خب باید دید اون چیزی که شما به عنوان فقه و به عنوان مذهب یا به عنوان سخن شیخ یا سخن پیر یا فلان نقل میکنید، باید دید که آیا با قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هماهنگی داره، با قرآن و سنت تضاد و تناقض ندارد. اگر هماهنگی دارد خوب است، تضاد و تناقض ندارد خوب است، اما اگر هماهنگی ندارد، تضاد و تناقض با قرآن و سنت دارد، دیگه نمیپذیریم. نیاز نیست ما حتما به اون شیوه و روش و مذهب آبا و اجدادیمون تعصب نشون بدیم، حالا که در مورد دوچار اشتباه هم شدن، در اجتهادی اشکالی هم پیش اومده، ما همچنان از اون اطاعت پیروی بکنیم. نه، ما اون چی که ما مکلف بون هستیم پیروی از قرآن و سنت هست، بقیه آرا و اندیشه های رجال و اشخاص هستند. مترف یکی از تابعین و یکی از شاگردان صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. ایشون میگوید عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه یکی از صحابه پیامبر اکرم در بیماری وفاتش شخصی رو نزد من فرستاد و فرمود که من میخوام احادیثی رو خدمت شما بیان بکنم که شاید که حتما این احادیث برای شما مفید میفتند. بعدش گفتند که عمران ابن حسین گفتند تا موقعی که من زنده هستم نیازی نیست که شما این حدیث رو بیان بکنید، اما اگر من فوت کردم این حدیث رو برای مردم بیان بکن و بگو. و بعدش فرمودند که بدان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
میان حج و عمره جمع کردند و در این زمینه هم وحی نازل نشد. بعد شخصی اومد اجتهادی کرد و سخنی گفت، ولی سخن خدا و رسول حجت هست. شاید این سخن عمران ابن حسین اشاره به اجتهاد عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه دارد که فرمود حج تمتع انجام ندید، یا حج قران انجام بدید، یا حج افراد. البته اجتهاد عمر هم دلیلی داشت، هدفش این نبود که حج تمتع حرام هست. دید همه مردم به حج تمتع روی آوردن، گفت قران و افراد ترک شدن، اینها رو هم انجام بدید. عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه از این اجتهاد عمر که فکر میکرد خلاف سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست ناپسندش اومد. گفت یه فردی یک چیزی گفته، شما حج و عمره رو همون طوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با هم انجام دادن با هم انجام میدید، اشکالی نداره. اتفاقا رأی فقها امروز هم همینه، میگن درسته در یک مقطع عمر حالا با چه مصلحتی فرمودن، به اجتهادی فرمودن انجام ندید، ولی سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و عمل پیامبر که انجام دادن برای ما اولویت داره. اجتهاد عمر رضی الله تعالی عنه محترم و زیباست، شاید در یک شرایط زمانی و مکانی هم مناسب باشه، اما وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حج تمتع انجام دادن دلیلی نیست که امت انجام نده. و این شدت حرص صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو نسبت به انجام احکام الهی و اتباع از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو میرسونه. عبدالله ابن مغفل رضی الله تعالی عنه یکی از صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مردی رو دید که به سوی فرد دیگری سنگریزه پرتاب میکنه و با سنگریزه میزند. عبدالله بهش گفت، به اون شخص گفت که فلانی سنگریزه به سوی همدیگه پرتاب نکنید، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از پرتاب کردن سنگریزه و با سنگریزه زدن منع کردند و فرمودند که این سنگریزه‌ای که شما پرتاب میکنید شکاری برای شما به ارمغان نمیاره، دشمن رو هم در واقع آسیبی نمیرسونه. اما چه بسا وقتی شما سنگریزه‌ای به طرف دوستتون، رفیقتون، آشنایتون، یکی از اطرافیاتتون پرتاب میکنید، چه بسا باعث بشود که چشمش کور بشه یا دندونش بشکند. به هر حال این ماجرا گذشت. روزی دیگه عبدالله ابن مغفل این شخص رو دید که همچنان این کارشو داره تکرار میکنه. بعد بهش گفت که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما حدیث نقل میکنم که رسول الله منع کرده از این که سنگریزه پرتاب کنید و شما به سنگریزه پرتاب کردن ادامه میدید، سوگند به خدا که من دیگه با شما صحبت نمیکنم، تا فلان و فلان روز با شما صحبت نمیکنم. یعنی تنبیهش کرد، یعنی گفت دیگه درست نیست که من احادیث پیامبر رو برای شما میخونم، شما در برابر احادیث پیامبر مقاومت میکنید. این هست که مقاومت کردن و ایستادن در برابر احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جوری سنگین هست و چه بسا باعث این بشه که انسان نفرین بشه، چه بسا باعث این بشود که انسان لعنت بشود. اون حدیثی است یا آیه قرآن کریم هست که الله متعال میفرماید لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. کفار بنی اسرائیل به زبان داوود و عیسی ابن مریم لعنت و نفرین شدن. چرا؟ معصیت و نافرمانی میکردن و كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. منکری رو که انجام میدادن نهی از منکر نمیکردند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در توضیح و تشریح این حدیث میگوید اونها اینطوری بودند که وقتی یک شخص رو میدیدند که منکری انجام میده، یک بار دو بار امر به معروف و نهی از منکرش میکردند، بعدش دیگه عادی میشد براشون، باش مینشستند، میخوردند، حرکت میکردند، راه میرفتند. بعد خدا اینها رو لعنت کرد و ضرب قلوب بعدهم علی بعد، دلهای بعضی از اینها رو با بعضی یکدیگر زد و نفرینشون کرد. وقتی عذاب هم بیاد شامل حال همه میشه. این هست که اگر چه بسا با قطع ارتباط با یک نفر ما میتونیم اون رو از کار بدش باز بداریم، قطع ارتباط بکنیم. کعب ابن ابی و اون دوستانش، مراره ابن ربی و هلال ابن
امیه اون سه نفری که در جهاد با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بدون هیچ عذری شرکت نکردن، در حالی که جهاد واجب بود پیامبر دستور داد که با اونها قطع رابطه بکنن برای مدت طولانی حدود 40 سالی، هم پیامبر 40 روز هم پیامبر و هم مؤمنین، تا اینکه اونها توبه کردن و آیه نازل شد که توبهشون پذیرفته شده. اما یه موقعی انسان تشخیص میده که ارتباط باعث باز آمدن شخص میشه، باعث نهی از منکر میشه، اون موقع ارتباط آدم بگیره، ولی چه بسا این ارتباط باعث بشه که اون منکر برای ما هم عادی بشه و خدای نکرده لعنت و نفرین خدا شامل حال انسان بشود. این هست که ما باید مواظب باشیم و سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو زیاد اهمیت بدیم، بهش عمل بکنیم و از ترک کردن اونها پیروی بکنیم. غزیف ابن حارث که یکی از مسلمانان خوب بود میگه که عبدالملک ابن مروان ما رو روز جمعه گفت که شما روزهای جمعه دستاتون رو بلند بکنید، در نمیدونم صبح و عصر هم جمع بشید و دستاتون رو بلند بکنید. میگه که و گفت اینها بدعت‌های خوبی هستند، ولی ایشون در برابرش ایستاد و گفت نه، اینها اگر این کارها سنت بودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این کارها رو انجام میداد، اینها رو برای ما تشریع میکرد، قانونگذاری میکرد، درش اینها بدعت هستند، اینها رو نباید انجام بدیم. و مؤمن امروز باید اینگونه باشد در برابر بدعتها، در برابر خرافات، در برابر اموری که به دور از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستند باید ایستاد. و اگر میخواییم سعادت به روی ما لبخند بزند، اتباع و پیروی از قرآن و سنت های گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میتواند سعادت دنیا و عقبا و آخرت رو برای ما برمقام بیاورد. تا وقت دیگر و جلسه دیگر، خدا یار و نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.